از نظامی ترین کانال یوتیوب سلام میکنیم به تمام عزیزانی که در این لحظه بیننده هاشی نیوز هستن. خیلی خوشحالیم از اینکه با ما همراه هستید و ما هم در تلاشیم تا برای شما بهترین های نظامی ایران و جهان را آماده بکنیم. پیشرفت های نظامی کشورمون مسائلی هستن که هیچ وقت از زیر نظر هاشی نیوز نمیگذره و همیشه به اونها پرداخته میشه و توی این برنامه هم میخوایم با هم بپردازیم به جدیدترین پیشرفتی که موشک های دوش پرتاب ایرانی رو به سوخت جامد مجهز کردن. بریم با هم یه برنامه عالی داشته باشیم. پس تا پایان این برنامه هم ما رو همراهی بکنید. اگه تا حالا به جمع میلیتاریست های یوتیوب نپیوستید، سریعا کلید سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر دفاع، خط تولید انبوه موشک‌های دوش پرتاب پیشرفته پدافند هوایی توی ایران افتتاح و کارخانه‌های تولید سوخت جامد مرکب هم با هدف تامین سوخت کلیه موشک‌های حوزه رزم زمینی شروع به کار کردند. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت این خط تولید در واقع یکی از منحصر به فردترین خطوط تولید موشک‌های پدافند هوایی برد کوتاه در سطح منطقه هستش که با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و نوین توی حوزه‌های لیزری، اپتیک، هدایت و کنترل میتونه نیاز عملیاتی نیروهای مسلح رو به خوبی برطرف بکنه و در مقابل تهدیدات سلاح ارزشمندی به حساب میاد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد مجموعه ضد هوایی دوش پرتاب از مجموعه سلاح‌های پیشرفته هستش که توی شرایط گوناگون تاکتیکی واسه رزمنده‌ها قابل بهره برداری هستش. او اضافه کرد این موشک‌ها توی نسل‌های اولیه از کشورهای خارجی وارد میشن، اما امروز نسل پیشرفته اونها توی برد حدود 5 کیلومتر و در انواع گوناگون واسه مقابله با اهداف و سرعت‌های مختلف و حالت‌های دور شوند و نزدیک شونده تونست توی آزمایش‌های سطح پیشرفته با تعداد خیلی بالا مورد تست قرار بگیره. سرلشکر باقری با بیان فناوری سنگین و پیشرفته این دوش پرتاب‌ها گفت در جهان فقط 3 یا 4 کشور توانایی تولید اون رو دارن، اما امروز جمهوری اسلامی به طور کامل به این فناوری دست پیدا کرده و همه قطعات اون به طور کامل با تیراژ بالا تولید میشه و به کرات مورد آزمایش گرم توی صحنه‌های گوناگون قرار گرفته که میتونه توی دفاع هوایی ارتفاع پست و متوسط کاربرد داشته باشه. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افتتاح کارخانجات تولید سوخت جامد مرکب رو توی ارتقای قدرت رزم زمینی نیروهای مسلح حائز اهمیت دونست و خاطر نشان کرد افزایش برد و سرعت موشک‌های مورد استفاده توی رزم زمینی از نیازهای نیروهای مسلح بود. امروز به حمدالله سازمان صنایع دفاع وزارت با آماده سازی زیرساخت‌های فناورانه لازم به خوبی تونست با تولید سوخت جامد مرکب واسه سلاح‌های رزم زمینی به ویژه موشک‌های زمین به زمینی تاکتیکی ضد زره و پدافند هوایی ارتفاع پس دست نیروهای رزمنده رو نسبت به گذشته بازتر بکنه. او با بیان اینکه همه مراحل طراحی و ساخت تجهیزات مربوطه و مواد اولیه سوخت در داخل کشور تولید میشه گفت در ابعاد گوناگون راکت‌های با حجم و قدرت اندک تا سنگین‌ترین موشک‌ها توی این مجموعه سوخت تولید میشن که به حمدالله از ایمنی فوق‌العاده بالا و طراحی پیشرفته و از کیفیت فوق‌العاده عالی برخوردار هستش و این توفیق رو به عزیزانم توی وزارت دفاع و صنعت دفاعی که دانشمندان و زحمتکشان جوان اون به وجود آورنده این موضوع بودن تبریک میگم و قطعا این مجموعه توی ارتقای قدرت دفاعی کشورمون نقش ارزنده‌ای رو دارن. روز شنبه 18 بهمن ماه با حضور امیر حاتمی وزیر دفاع و سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یکی از کارخانجات جدید تولید سوخت جامد مرکب واسه استفاده صنایع دفاع و نیروهای مسلح کشورمون هستش. امری که به گفته سردار باقری توان صنعت دفاعی واسه حمایت از بخش رزم زمینی و تولید سوخت واسه موشک‌های زمین به زمین تاکتیکی، موشک‌های پدافندی کوتاه برد و ضد زره رو افزایش میده. قبل از رسیدن به بحث سوخت‌های جامد مرکب بهتره یه نگاهی به بحث سوخت توی حوزه موشک‌ها و سوخت جامد داشته باشیم. توی یک تقسیم بندی کلی وقتی که بحث سوخت موشک مطرح میشه با دو خانواده کلی سوخت‌های مایع و سوخت‌های جامد طرف هستیم. در نگاه اول شاید واسه خیلی از مردم بحث سوخت مایع توی موشک‌ها به عنوان یه وسیله‌ای که حرکت داره چیزی مثل بنزین و یا گازوئیل باشه، ولی باید گفت که تعریف سوخت مایع توی موشک‌ها بحث متفاوتی هستش. البته نباید فراموش کرد که توی زیرمجموعه خانواده بزرگ سوخت مایع بنزین و زویل و امثال اون هم وجود دارن، ولی توی حوزه موشک کاملا متفاوت هستش. توی حوزه موشک‌های سوخت مایع ترکیبات خیلی مختلفی هستش. واسه نمونه موشک بالستیک V2 ساخت آلمان نازی به عنوان اولین موشک بالستیک عملیاتی در جهان از ترکیب الکل به عنوان سوخت اصلی و اکسیژن مایع در نقش اکسید کننده بهره می‌برد. تا زمان سوزش بیشتری رو در اختیار کاربر می‌ده و خصوصا توی بحث‌های فضایی توی بحث محموله‌هایی که نیاز به انجام مانور در خارج زمین دارن امکان قطع و بست کردن
چند بار سیستم‌های پیشران بر اساس این سوخت‌ها وجود داره. توی بحث سوخت جامد ذکر یک مثال در ابتدا شاید خالی از لطف نباشه. پیشران جامد در حقیقت یک پدیده جدید نیست و به نوعی باروت رو میشه اولین سوخت جامد به حساب آورد که انفجار اون و ایجاد نیرو میتونه انواع گلوله‌ها رو به حرکت در بیاره. توی سال‌های اخیر انواع مختلفی از سوخت‌های جامد توسعه پیدا کردن که بیشتر واسه راکت‌ها و موشک توی حوزه نظامی و فضایی به کار می‌ره. در حال حاضر ترکیباتی بر اساس آمونیوم نیترات، پتاسیم و یا بر اساس ترکیبات مواد منفجره سری RDX و HMX ساخته میشن. سوخت‌های جامد مرکب چه مزیتی دارن؟ اون چه که اخیراً توی داخل کشور افتتاح شده، همونطور که مقامات هم به اون اشاره کردن، واسه تامین نیاز بخش رزم زمینی هستش و در اصل باید گفت سال هاست که این فناوری توی کشور ما وجود داره و توی موشک‌های ایرانی استفاده شده. واسه نمونه اگه به خانواده موشک‌های سری فاتح 110 اشاره کنیم، مشخصه که از سری اول فاتح 110 تا موشک‌های مثل سری ذوالفقار تغییر قابل توجهی در قطر یا موشک صورت نگرفته، ولی برد موشک واسه نمونه از عددهایی مثل 200 تا 300 کیلومتر به 500 و بالاتر از اون رسیده. سوخت جامد مرکب در کنار استفاده از بدنه‌های پیشرفته و سبک که عمدتاً بر پایه مواد کامپوزیتی ساخته میشن، دو ترکیب اصلی واسه افزایش برد این موشک‌های ایرانی بدون تغییر خیلی خاص در ابعاد اونها هستش. حالا و با ورود این فناوری به بخش رزم زمینی، میشه پیش بینی کرد به زودی شاهد معرفی نسل‌های جدید موشک‌های ضد زره، موشک‌های ضد هوایی دوش پرتاب و یا راکت‌های زمین به زمین با برد بیشتر و در عین حال با همون اندازه سابق باشیم که این افزایش برد در کنار هایی مثل افزایش دقت سامانه‌های زمین به زمین، مثل راکت‌های سری فجر، زلزله و نازعات که پیش از این هم به اون مورد توی ویدیوهای دیگه اشاره شده بود، میتونه نقش مهمی توی افزایش توان رزمی نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران داشته باشه. سوخت جامد مرکب چیه؟ همونطور که از اسم این سوخت مشخص هستش، با یک سوخت جامد اما به صورت ترکیبی از چند ماده روبرو هستیم. سوخت‌های جامد مرکب معمولاً از دو جزء اصلی تشکیل میشن و جزء پایه پلیمری با اسم بایندور که ایجاد چسبندگی و همبندی میکنه و جزء جامد که ترکیب سوخت و اکسید کننده هستش. در حال حاضر در جهان یکی از معروف‌ترین ترکیبات که واسه بحث سوخت جامد مرکب استفاده میشه، ماده‌ای به اسم HTPB هستش که ترکیبی بر پایه پلی بوتادین و هیدروکسیل هستش. ماده معروف که به عنوان عنصر کمکی به این ترکیب اضافه میشه، یکی آلومینیوم پرکلورات و دیگری آلومینیوم هستش. در بین فلزات، فلز آلومینیوم به دلایل متعدد از جمله افزایش انرژی آزاد شده، بهبود چگالی کامپوزیت پر انرژی، درجه حرارت احتراق بیشتر و در نتیجه تکانه ویژه بیشتر، کاهش نمای فشار، فراوانی حرارت احتراق بیشتر، غیر سمی بودن و توانایی اون در کاهش مونوکسید کربن کاربرد گسترده‌ای توی پیشرانه‌های جامد مرکب داره. بدین ترتیب این برنامه از هاشی نیوز هم به پایان خودش رسید. لطفاً اگر از این برنامه لذت بردین، اون رو برای دوستانتون هم به اشتراک بگذارید و با لایک ها و کامنت های خوبتون هاشی نیوز رو حمایت کنید. خدا نگهدار.